سلام به زیربنا، با من عبدالعزیز سخیزاده خوش آمدید. در این برنامه بحث میکنیم در مورد قانون جدید ترانسپورت و اینکه این قانون چقدر اهمیت داره. با مهمانانم نظیر احمد خلیل، معاون اتحادیه ترانسپورت خصوصی و طالح آزاد دیگر هم حکمت الله قوانج، سخنگوی وزارت ترانسپورت روی خط با ما خواهد بود. بحث را با آقای خلیل شروع میکنیم. آقای خلیل، به بحث خوش آمدید. سلامت باشین، تشکر. در مورد قانون تازه بگوین که این قانون چگونه یک قانون هست و چقدر میتونه مشکلات ترانسپورتی را کاهش بده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شما و تمام بیننده های محترم تلویزیون آریانا نیوز. سلامت باشین. به شما بیشتر معلوم است زمان یک قانون ممد واقع میشه برای بهبود کیفیت امور ترانسپورتی که او قانون مبنایش اساسش برای راهکار بیرون رفت از مشکلات و چالش های موجود باشد. قانون یک قرارداد اجتماعی بین مردم و بین دولت است که در او مشکلات و یا مکلفیت های حکومت و مکلفیت های مردم تنظیم شده و هر کس پاسخگوی به امو مکلفیت های خود است. قانون ترانسپورت چند سال اخیر چند بار تجدید شد و این قانون در طی سالهای متمادی 3-4 بار از طرف مقامات وزارت ترانسپورت روی اهداف مشخص تغییر و تدبیر شد و ما کدام قانونی که تا فعلا تانسته باشه برای حل مشکلات و چالش های ترانسپورتی کمک کنه را ما در وزارت ترانسپورت نداشتیم. ما در مورد قانون جدیدی که وزارت ترانسپورت او را تنظیم کرده بود، بعض نقاط ضعیف و بعض نقاط غیر قانونی در اون موجود بود که ما طی 41 ماده و مشکلاتی را که در قانون بود او را واضح ساختیم و رسما به وزارت ترانسپورت سپردیم تا با سکتور خصوصی روی او موارد به توافق برسند. متاسفانه وزارت ترانسپورت بدون در نظر داشت این پیشنهادات قانون روان کردند که این قانون تصویب شود. من فکر میکنم تا فعلا این قانون رسمی هم نشده، ولی اگر هم قانونی را که ما خوانده بودیم اگر اصلاحات در او نامده باشه و او هم شکلی را که وزارت او را تنظیم کرده بود پاس کرده باشن و غیر عملی است و ما فکر نمی کنم که در جامعه قابل تطبیق باشد. آقای خلیل، وزارت ترانسپورت میگه این قانون میتونه کلا شفافیت را تامین بکنه و همچنان میتونه که در قسمت جمع‌آوری عواید یک روند کاملا شفاف را به مردم و به حکومت داری نشان بده و شما میگین که این قانون با مشکلات همراه است. کدام یکی را باور بکنیم آقای خلیل؟ خب شما میتونین شفافیت در طی 20 سال از کار وزارت ترانسپورت بررسی بکنیم که این چالش ها و مشکلات موجود اگر حل شده باشه و نمو شفافیت است. از اینکه چالش روز به روز بیشتر و زیادتر میشه معلوم میشه که کدام شفافیت در کار نیست. در تمام دنیا، در تمام کشورهای دنیا جمع‌آوری عواید ملی مملکت مربوط میشه به وزارت مالیه و وزارت مالیه باید پول جمع بکنه. وزارت ترانسپورت مسئولیت و مکلفیتش جمع‌آوری عواید فیزیکی ترانسپورت نیست و این باید توسط وزارت مالیه با یک میکانیزم درست و خوب در مشارکت یا در مشوره با وزارت ترانسپورت تنظیم شود. کار وزارت ترانسپورت تنظیم و عرضه خدمات ترانسپورتی تشکیل میده که اینا باید به مسئولیت‌های اساسی خود برسند. شما میفهمین که ترانسپورت افغانستان یک ترانسپورت کاملا ازم پاشیده است و این به کار بسیار جدی و کار پیگیر نیاز داره. شما در بخش ترانسپورت خدمات عامه هیچ چیز ندارین، مردم هر روز از نبود موتر، از نبود وسایل شهری، از نبود خدمات ارزی خدمات شهری و مشکلات گرفتار هستند. خانما با اطفالشان، مردم پیش سفیدا، سرسفیدا، هر کس در یک ایستگاه استاده است تا شما موتر پیدا نمیشه و مردم به پای پیاده میرن. وزارت ترانسپورت وظیفه شیسته که اینی مشکلات و اینی چالش ها را از بین ببره. ما باور ندارم وزارت ترانسپورت وظیفهش پیسه جمع کردن باشه و عواید زیاد کردن. عواید مشخص است، قبلا طبق حکم رئیس جمهور یک قسمت عواید از کدا جمع میکنه و قسمت دیگهش که وسایل مسافربری و یک تعداد وسایل خرد ریزی دیگهش فیزیکی گرفته میشه. پیشنهاد ما این است که هم توسط یک میکانیزم درست و خوب به وزارت مالیه سپرده شد و وزارت ترانسپورت هم وظایف اصلی خود که عرضه خدمات و تنظیم ترانسپورت است به او رسیدگی لازم بکنه. درست، ولی وزارت ترانسپورت گفته که جمع‌آوری عواید الکترونیکی میشد. آقای خلیل، ما بیاد دارم که 4 سال پیش یک 500 هزار دلار به خاطر جمع‌آوری عواید برای
دروازه کابل دروازه الکترونیکی خریدن که اینا وسایل چک کنه و پول به شفافیت شامل حساب دولت شوه. من ندیدم تا فعلا که دروازه فعال شوه و پول به شکل اساسیش جمع شوه. این یک رابرد است، هر کس میگه که ما پول شفاف میکنیم و جمع میکنیم و عواید زیاد میکنیم. اینا بفرماین نمیاله که ما شما صحبت میکنیم، عواید کابل شما یک روز یک پروگرام جور کنین، پرسان کنین که پنج بندر کابل روزانه چند عواید داره. باز از اون شما میفهمین که عواید اینا شفاف جمع میکنن یا غیر شفاف. این یک قصه ملا نصرالدینی است که هر کس می به خاطر امو به دست آوردن منافع خود یک قانون ترتیب میکنه تا چهار روزی که در اینجا وظیفه داره از مزایای از این استفاده غیر قانونی بکنه. من باور دارم که هیچ مسئله الکترونیک در کار نیست. وزارت ترانسپورت حق جمع کردن پول فیزیکی را نداره و ما در این رابطه استاده هستیم و به این گامی را که ماندیم که پول رفته به سیکودا ما به این مبارزه خود ادامه میدیم. دولت افغانستان رئیس جمهور خواهش میکنیم که پول از جمع‌آوری پول فیزیکی را که مربوط به وزارت مالی است به وزارت مالی افغانستان بسپارن. وزارت ترانسپورت همو پالیسی ها و استراتژی و همو پروگرام هایی را که برای بهبود و وضعیت ترانسپورت دارن اون امور را کار بکنن و وظایفشان هم همونستن. درست آقای خل، اگر آقای قونج روی خط با ما وصل شد و در مورد مشکلات و آنچه که شما پیشتر اشاره کردین را از اونا خواد میپرسم و میشه در مورد که شما معاون اتحادیه ترانسپورت خصوصی هستین و اجازه بدین در مورد خودتان بپرسم، شما در کجای این ترانسپورت هستین و اگر واضح‌تر بپرسیم که شما به خاطر معیاری شدن چقدر حرکت کردین؟ سلامت باشین. تا سالایی که گذشته سکتور خصوصی ترانسپورت در مجموع به خاطر بیبود وضعیت کمی و کیفی ترانسپورت، به خاطر وارد کردن تکنیک بهتر، به خاطر ارزش خدمات بیشتر وسایت معیاری داخل کشور کردیم. امروز وسایت باربری و مسافربری که در ولایات افغانستان کار میکنه و چی در بخش باربری افغانستان کار میکنه، اکثریت این وسایت وسایتی است که در کشورهای همسایه رایج است و از اونا که در بهتر و خوبتر در کشور ما این وسایت موجود است. سرمایه گذاری هم گفته در این رابطه صورت گرفته و ما معیاری بودن وسایت شما میدانیم. یک روز تا یک گزارش خاص همین موترهای 9580 404 و همین وسایت تیلری که در افغانستان فعلا موجود هستند و از کیفیت بسیار خوب برخوردار هستند. شما این را از نزدیک ببینید، مشاهده کنید که آیا اینا سرش سرمایه گذاری سکتور خصوصی کرده یا نه، برای معیاری سازی سکتور خصوصی کار کرده یا نکرده. این یک بخش است که باید بالای از این کار صورت بگیره و ما و شما عملا ببینیم که چقدر کار سکتور خصوصی در این رابطه انجام داده. درست، ولی هنوز انتقادها متوجه شما میشه آقای خلیل. زمانی که ما مسافرت می داشته باشیم از یک ولایت به ولایت دیگر، می بینیم که گونه مسافربری از یک ولایت به ولایت دیگر غیر معیاری است. زمانی که ما می بینیم به 580 آنچه که شما پیشتر اشاره کردین، بیشتر از افرادی که باید اوجا جای داشته باشه می نشینه اوجا حداقل مشکلات به وجود میاد و ما می بینیم که در راه ها که همچنان مسیر خراب است، ایجاب نمیکنه که حداقل موتر که توان 50 انتقال 50